با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز سودا به برنت هستم صبح و بعد از ظهر و شب و هر موقعی که از یوتیوب و فیسبوک و اینا برنامه رو گوش میکنین بهتون روز و شب و صبح و بعد از ظهر خوبی میگم دوستان امروز حدود دو صفحه به من سوال دادن تازه همه سوال هم نمونده از یه طرف خوشحالم که همه بیننده های قدیمی دارن یواش یواش من رو پیدا میکنن از یه طرف وقتی همه پیدا میشن اونایی که گم و گور شده بودن که فکر میکنن که من گم و گور شده بودم در واقع اونا گم و گور شده بودن حجم سوالا خیلی بالا میره در نتیجه ما باید خیلی سریع من باید پیش برم که برسم تا اونجایی که امکان داره سوال رو جواب بدم خب پس شما دیگه بعد خیلی بیشتر حواستون باشه چند تا پیشنهاد اول خواهشان برنامه ها رو ضبط بکنین که خودتون هر موقع که میخواین نگاه بکنین دوم اگر برنامه ها رو از دست دادین میتونین به من ایمیل بزنین روی دو تا ایمیل آدرسم که برنامه ها رو ده تا ده تا براتون میفرستن برنامه های قدیمی رو که از دست دادین به خاطر اینکه خیلی یه سری سوال راجب لیکیگات بوده من حدود سه ساله در برنامه های متفاوت دارم راجب به لیکیگات که چیه چی استفاده بکنین درمانش چیه صحبت کردم بنابراین نمیام دو مرتبه راجب اون صحبت بکنم این هستش که شما ها ایمیل بزنین به سودی که بتونن برنامه های قبلی که راجب به لیکیگات بوده کسایی که مشکل اینترنتی ندارین خودتون میتونین برین روی یوتیوب بعضی از برنامه های من نوشته شده فرزن آیروویدیکه راجع به لیکیگاته بعدم دوستانی که میرین روی وبسایتم sudabe.com محبوب لیکیگات و این اطلاعاتی رو که من دادم تایپ کرده یادداشت کرده روی وبسایتمه www sudabe.com www.sudabeh.com در ضمن اینجا بگم که سابسکریپشن یوتیوب چنل من بالا نرفته فکر میکنم که نزدیک زیر هزار تا هنوز هستش دوستانی که کمک میکنین اینستاگرام دارین فعالین و دارین همه این کارا رو لطف میکنین عاشق همه به خاطر محبتی که به من میکنین ولی باید این حجم چیز رو ببرین بالا پس برین وقتی که روی یوتیوب میرین برنامه ها رو نگاه میکنین در مقابل هر 400 500 تا شوی که دیده میشه شاید مینیمم 5 نفر سابسکرایب میکنن به یوتیوب چنل من که خیلی کمه اوکی و گفتم که اگر میخوام که من بتونم اینترنت تیوی خودم رو داشته باشم میزان سابسکریپشن باید بالا بره و نرفته در نتیجه هر کدومتون که ویدیوهای من رو روی یوتیوب نگاه میکنین لایکش بکنین شیرش بکنین و روی یوتیوب چنل من سابسکرایب بکنین اگه نمیدونین چجوری بچه ها کمکتون میکنن روی تلگرام و هر جوری که اینستاگرام و تمام این داستان ها پینترس و لینکدین و اینا که چجوری این کار رو انجام بدین خب پس یادتون نره سابسکرایب کنین بعد چیز دیگه که میخوام بگم دوستان اتفاقی که معمولا هر هفته بعد از اینکه برنامه من تموم میشه یک این که من در برنامه هام خط نمیگیرم انقدر حرف و سوال هست که تازه میبینین که نمیرسم پس در نتیجه یک یادتون باشه زنگ نزنین که توی شو با من صحبت کنین چون خط نمیگیرم دوم وقتی برنامه من تموم میشه نخواین بلا فاصله با من حرف بزنین یکم دوستان پیش خودتون فکر کنین این الان پنجا دقیقه حرف زده آیا همون لحظه ای که شوش تموم میشه من باید تلفن رو بگیرم یا اینکه که هفت روز هفته بیست چهار ساعت اونایی هم که ریاضیتون خوبه ضرب بزنین ببینین که چقدر وقت دارین چرا حتما باید در اون لحظه و بلا فاصله بعد از شوه من همه بخوان سوالاتون رو اون موقع بپرسین شماره تلفن دستی من 310-877-7574 پیام بذارین پیاماتون نوشته میشه من در برنامه بعد صحبت میکنم دوستانی که میخوان با خودم صحبت بکنین معمولا باید جلسه خصوصی بگیرین جلسه خصوصی هم از طریق ایمیل انجام میشه بریم سر سوالا که عقب نیفتیم خانمی که گفته بودین تشکر میکنم از وقت و پولی که صرف ما میکنی بعد از چهار سال میتونم آلرژی های غذای کنار بذارم خیلی هم لاغرم آره عزیز بعد چهار سال میتونی آلرژی های رو بذاری کنار اما به محصی که میبینی اولین چیز علائم خودش رو نشون میده حالا ورم شکم رودست نمیدونم پوست به هم میریزه سردرد میشه حالت بیرون روی شدید میگیری یعنی اینکه تو هنوز باز هم نمیتونی اون غذاها رو بخوری و بهشون آلرژی داری اوکی سوال بعدی این بود که چرا سفیدی چشم قرمز میشه هر زمانی که چشم گفتیم زرد میشه توش لکه میفته گفتیم که مشکل از کبده ولی زمانی که قرمز میشه میدونیم که زیر چشم ما تمام پر مویرک هستش چیزهایی که ایریتنت um, میکنه اذیت میکنه باعث میشه که این مورک ها بیشتر خودشون رو نشون میدن در نتیجه یعنی نزدیکتر میشن به آخرین لایه پوستی در نتیجه شما دارین اون موی ها رو مشخصتر تر میبینین که میتونن قرمز باشن میتونن حالت تیرگی و مشکی داشته باشن چیزایی که بیشتر چشم رو اذیت میکنه یکی از مهمترین عنصرها هوای کثیفه بعد آلرژی به غذا یا چیزهای متفاوت این رو به وجود میاره آلرژی بزرگترین آلرژی که حالت سینوزیت هم پیدا میکنه پولینه وقتی که باد میزنه و درختا پولین هم نمیدونم به فارسی چی میشه خودتون حتما میفهمین شروع میکنه حرکت کردن خیلی از ماها بهش آلرژی داریم خب پس معمولا میبینیم که اون, آلر... اون سیستم آلرژی توی فصل بهار برای خیلی از افراد بیشتر میشه اما اگر باز بخوام عمیق تر برم توش تو مرتبه اون برمیگرده به اینکه شما چه دوشایی هستین از بر طبق آیروویدیک واتاین پیتاین کافاین راجبه اینم اگر نمیتونین برین روی یوتیوب آیروویدیک شو من هست که یک ساعت کامل راجب آیروویدا صحبت کردم خب در نتیجه کاری که باید بکنین همیشه یادتون باشه که علائم بیرونی فقط داره یک مشکل درونی رو نشون میده خب شما از بیرون میتونین چشمتون رو با چایی بشورین نمیدونم با مخلول آب و نمک خیلی رقیق خیلی رقیق بشورین میتونین با آب خالی بشورین ولی این یکی از چیزاشه یکی دیگر چیزا میتونه خشکی زیادی چشم باشه که فشار بیشتر داره به چشم میاره بنابراین استفاده چیزهایی که حالت مرتوب میکنن همینطور بخور اگه که شما بخوره فرزن گل بابونه بدین و چشمتون رو باز کنین اون بخوره بزنه هم تمیز میکنه پاکسازی میکنه آرامش میده و همین که دیگه چی؟ هم همین که کمک میکنه که اون رطوبت بیشتر بزنه اوپس 11 11 Uh, وقتی که um, زمستون میشه و هوا سرد میشه میدونیم که um, ایرا، تهرانم هم, ایرانم هم که شنیدم برف اومد uh, ما هنوز در لس آنجلس در گرمای تابستونی هستیم و uh, ولی وقتی که um, هوا سرد میشه معمولا خشکم میشه خشکی هوا دو مرتبه میتونه اون خشکی رو در همه جا به وجود بیاره بنابراین اگر از این ام توی امریکا نمیدونم جاهای دیگه هستین که دستگاه های بخور هستن که آب میریزین توش بعد میتونین نمیدونم چند تا قطره روغن روغن هرچی که هستش توش بریزین که اون بخار رو مرتوبیت رو در توی خونه اتاق به وجود بیاره اگر که ندارین اون دستگاه رو شما اگه یه قابل من بذارین بازش بکنین بذارین قلقل بکنه میدونین که خب اون دو مرتبه رطوبت رو, رو پخش میکنه به بیرون خب بریم سر خانمی که گفته بودی کسایی که با دیویدی شما سالها کار کردن وقتی که حامله میشن بازم میتونن وزن و استپ و اینا رو استفاده بکنن بله عزیز وقتی که شما یه دوران طولانی با دیویدی من کار میکنین تمام بدن رو قوی کردین خب پس در نتیجه رحم شما قوی تر شده به خاطر داشته باشین که تمام حرکات سکوات و لانج و هی من میگم خودتون رو منبسط و منقبض بکنین اون تمام به درجه رحم کمک میکنه که قوی تر بشه و تمام سیستم بدن شما کلا قوی تر شده پس بارداری معنیش این نیستش که شما باید همه چی رو بذارین کنار هر کاری قبلا انجام میدادین انجام بدین و فقط حالت که میخوابین حرکت که فرض من شکم و انجام میدم اون کارا رو انجام ندین یا حرکتی که فرزن با حالت خوابیده تو خیلی از دیویدی های من میتونه باشه که باسنتون رو میارین بالا و فشار میدین اون کار رو نکنین هیچ حرکت بازیی با کمر در اون دوران انجام ندین خب ولی به غیر از اون شما وزنتون رو میتونین بردارین روی استپ میتونین برین اون باعث افتادن بچه میدونین شما ها یه چیز کانسپت مادر بزرگی تو سرتونه که رحم به این بچه که اون تو یه چیز علکیه که با هر حرکت چیزی میتونه نه بابا جون این همه زجر میکشین سالا ساعت ها توی لیبر میرین تا اون بچه عبور بکنه پس فکر نکنین که شما اگه چهار تا بالا و پایین بپرین بچه میفته اینا حرفای مادر بزرگیه. یه چیزی راجع به نمیدونم کسایی که کوهنوردی میکنن اینجوری میکنن قدرتیه یا حوازی من دقیقا معنی قدرتی و حوازی رو نمیدونم ولی به نظرم یه قدرتی یعنی بدنسازی حوازی یعنی ایروبیکس پس اگر که منظورتینه تمام اونها ایروبیکس میشه بدنسازی فقط زمانی که فیزیکلی شما استادین دارین وزنه میزنین بالاتنه تنه با دستگاه کار میکنین به غیر از اون کوهنوردی حالا چه میدونم وزنم حتی اگه رو شونتون بذارین بکپک هم اگه آوزون بکنین بازم بدنسازی نیست بازم حرکت داره به طور کلی به, صورت ایروبیکس انجام میشه چون دفنیشن اروبیکس چیه؟ یعنی اینکه حرکتی که قطع و بس نمیشه و احتیاج به اکسیژن داره در این زمینه خواهش میکنم تو که این سوال رو پرسیدی جزوه ورزش و تغذیه من رو بگه چون کاملا اینا توضیح, داده شد توضیح دادم که هیچ جای شک یا سوال نباشه سوال بعدی که خیلی 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 برات مهم بود اینه که تو که گروه خونید او هستش آیا گلوتن که بهش آلرژی داری یا گروه های دیگه باعث پیری میشه بله صد درصد چرا به خاطر اینکه آلرژی غذایی من حالا چه به گلوتن باشه به گندم باشه به جو باشه به لبنیات باشه سیستم کلی رو به هم میریزه وقتی سیستم به هم میریزه یعنی اگر من آلرژی به گلوتن دارم اون آلرژی به گلوتن میتونه به من ورم بده میتونه سیستم من رو بهش ورم بده که از قبیله اینفلامیشن که فهم فارسی میگیم ورم متورم میشه آلرژی غذایی شما به گلوتن یا به آرد یا به لبنیات باعث آرتروز شما میشه امس شما میشه خب در نتیجه آلرژی غذایی شما در طول زمان که ادامه پیدا میکنه باعث سوراخ روده میشه سوراخ روده تورمی که در روده به وجود میاد به محضی که گفتیم که چیزا اینفلیم میشه یا ورم میکنه اون زمینه تمام مریضی ها و بیماری ها میشه از جمله مشکلات پوستی، از جمله چروک زود افتادن، از جمله پیری زود رست. اوکی؟ پس در نتیجه این, این, قضیه رو در نظر داشته باشین که آلرژی غذایی توی تمام قسمت سیستم بدنی خودش رو نشون میده. حتی در افسردگی، حتی در یوبوست شما، حتی در بالا و پایین شدن مود شما. خب؟ یه خانم دیگه پرسیده بودی که از شما ساپلمنت زیاد میگیریم و اینکه بین این ساپلمنت ها چجوری باید فاصله باشه که بتونه قشن جذب بشه قانون کلی اینه که اگر شما از من حالا از منم نه شما از صبح تا شب ده تا ساپلمنت استفاده میکنین این ده تا چطوری در طول روز استفاده بشه حالا فرضا خود من که از صبح تا شب 20 تا 25 تا ساپلمنت میخورم و بدنم کاملا عادت داره یا ممکنه 5 تا 6 تا ساپلمنت مختلف رو با همدیگه بخورم فرضا شما وقتی که برای انگل پاک سازی انگل ساپلمنت میخورین سه تاشو یه دفعه با همدیگه دیگه میخورین میتونینم در طول روز خورد بکنین اما قانون اینه که فرزن اگه من میگم سه تا امینو اسید من رو بخورین صبح زور شب در طول روز خورد میشه حالا اگر که شما 20 تا ساپلمنت میخورین فرزن دو تا شعلان الان میخورین دو ساعت بعد دو تا دیگه میخورین دو ساعت بعد سه تا دیگه میخورین اینا باید به طور کلی در طول روز خورد بشه ساپلمنت های من رو از کجا بگیرین قربون شکلتون بشم وبسایت معمولا یعنی اینکه سایت درست شده که شما بتونین اطلاعات بگیرین بتونین چیز بخرین و گفته بودی از استرالیا بنابراین روی وبسایت هم که برین سولابه دات کام دیویدی همه اونجا هست ساپلمنت ها همه اونجا هست تمام پرادکت های من آنلاین کورسم کسایی که میخوان با من جلسه خصوصی بگیرین وقتی میرین روی وبسایت میبینین از اون سمت چپ زده پرایوت کوچینگ یا سشن که برای جلسه گرفتن آنلاین کورس دیویدی ها میزنین تمام دیویدی ها باز میشه آدیو که سیدی ها هستن میزنین تمام اونا بوک میزنین تمام کتاب ها باز میشه بنابراین تمام چیز کلی ما الان از روی وبسایت هستش داره آنلاین انجام میشه من خودم شخصا کسی رو ندارم که تلفنی درخواست یعنی کردیت کارت ما از کسی نمیگیریم چون روی وبسایت دستگاه پیپل وصله پیپلم یک بانک مطمئن بین خریدار و فروشنده اوکی؟ که اگر چیزی این برمشه فرضاً به مثل که شما یه خرید میکنین از روی پیپل اگه آدرستون رو نداده باشین یا کردیت کارتتون اوکی نباشه پیپل به من میگه این خرید کرده ولی هنوز صد درصد پول شما نگرفتیم بنابراین جنس رو نفرست خب پس در نتیجه محافظت میکنه بین دو طرف و برای هر ترانزکشنی که میشه از من فروشنده پول برمیداره ولی ارزشش رو داره به خاطر اینکه از هر دو طرف مطمئنه خب اینم برای کسایی میگم که بعضی های ایمیل میزنن که من میترسم کردیت کارد استفاده بکنم نکنه یه اتفاقی بیفته نه پیپل مثل یک بانکه و بعدش هم اگر مشکلی پیش بیاد شما میتونین حتی مثل دادگاه میمونه شما میتونین کیس باز کنید شما از یه کسی یه چیز رو میخرین فرزن از من به دستتون نمیرسه به من چهار تا ایمیل میزنین و من جواب شما رو نمیدم در صورتی که همیشه برعکسه خیلی از شما دوستان عزیزم یه چیز رو میخرین بعد ما بعد دنبال شما بودیم که آقا این دیویدی رو میخوای فیزیکالی میخوای برات بفرستیم پرینتی میخوای برات بفرستیم سه تا ایمیل چهار تا ایمیل شش تا ایمیل جواب نمیدین آخر سر ما هر چی فکر میکنیم خودمون میفرستیم ولی به طور کلی میگم اگر مشکلی پیش بیاد پیپل دو مرتبه شما میتونین پولتون رو پس بگیرین میگین که این جنس به دست من نرسیده یا برای هر دلیلی که هست اینم از این داستان این بریم سر سوال دیگه اوکی اینو جواب دادم شما که میگین چند تا ایمیل شما که میگین بوتاکس نزنیم با بوتاکس موافق نیستی وقتی یکی میگه صورتت چقدر چروک افتاده چرا به خودت نمیرسی چی بگیم من میگم اگر یه کسی به من بگه که چرا انقدر به صورتت چروک افتاده میگم مرسی خیلی ممنون که توجه کردی بعد در مقابل یک تعریف ازش میکنم یارتون باشه که بعضی از افراد هر چی که میشنوین به گوشتون جدی نگیره خب بعضی ها حالشون خوب نیست امروز صبح از خواب پا شدن حالا یه دعوا کردن هر چی که شده حالشون گرفته است میخوان حال شما رو بگیرن خب پ... توی انگلیسی ما برای این یه ترم داریم که به محضی که یارو میگه که مثل اینکه یه جوش زدی تو قبلا جوش نمیزدی به حرف یارو گوش نکنین به جای اینکه برین تو فکر چی جوش زدم برین جلو آین خودتون نگاه کنی بفهمین که این یارو حالش خوب نیست میخواد سم بپاچه خب در مقابل شما چیکار میکنین در مقابل بهش میگین که تو چقدر هیکل خوب شده مثل اینکه جدیدا ورزش میکنی نه کامپلمنت بدین تعریف کنین شما به هر کسی که میخواد سم بپاچه یا میخواد یه چیزی بگه ازش تعریف میکنین یا روی او جا میمونه فکر میکنه که حالت خوب نیست ممکنه دوستت دیگه هم بندازه بینه تو اصلا عقلت کار میکنه یا نه هرچی اون به شما میگه و خیلی شروع گفته داد تمام صورتت پر چین و شروع گفته داد کس به من بگه من میگم ای جدی میگی و عجب ولی بس بریم تو موهای تو چیکار کردی چقدر مدلش خ... قشنگه کاتش کردی فلانا دوباره یکی دیگه به من میزنه دو مرتبه من بهش یه کامپلمنت میدم دو تا سه تا کامپلمنت که بدی یارو پر بشه اون زهرش خود بریزه خود میخوابه بعد یه حالش خوب میشه و شما رو ول میکنه اون سمپاچیش هم یه خورده کمتر میکنه تا زمانی که اون سه تا چهار تا تعریفی که شما ازش کردین دو مرتبه بخوابه تا اون سمپاچیش رو دو مرتبه شروع کنه خب پس ببین عشق من فرضاً من خودم الان اینو پذیرفتم که آقا من پیر میشم اون جوری که من به پیری نگاه میکنم یا نمیدونم اخ میکنم الان اینجا خط میفته اینجوری میکنم اینجا خط میفته علی داره من نگاه میکنه این چیکار علی you think I'm going insane huh? no I'm okay we're talking about Botox بعد بستگی به دید من داره اوکی کی گفته که من باید همه صورتم کچیده بشه و همه چی باید صاف بشه و یه چیز مصنوعی بشم من کلا یه چیز طبیعی رو ترجیح میدم به اینکه برم ابرومو رو تتو کنم مثل نمیدونم هاشمه چی چی بشم یا اینکه برم بوتاکس بزنم که نتونم ابروم و این برم, برم کنم یا نتونم بالا و پایینم و چیز بار. بعضی وقتا وقتی که ما میام از دیده چون خیلی دید شرقی داره شماها خیلی زیادی تمرکزتون رفته توی این صورته و توی این قیافه و اینو بهتون میگم و خواهشان از جنبه بد نگیرین جامعه که فشرده میشه بهش فشار میاد از یه طرف دیگه میزنه توی شوروی اینجوری پیش اومد یعنی من خیلی دوستای روس داشتم خیلی سال پیش که اینا هم اینجوری کیفه اینجوریه, کیف اینجوریه کیفم شنل اونم اینجوریه اونم اینجوریه و من اون موقع که خیلی مراقب زبونم نبودم گفتم وای الهی بمیرم براتون چقدر گاورمنت شما شما رو ساپرستون کرده خفتون کرده زده بود از یه جای دیگه بیرون این حالت عقده شده بود که حالا اینو میخواستم با ماشین بهتر با نمیدونم لباس بهتر با چیز مارکشدار میخواستم بچرخم م? پس وقتی جامعه فشرده میشه ما از یه ور دیگه میزنیم بیرون و متاسفانه زده از طرفی که من هیکلم چجوریه تمام فوکس صورتم چجوریه چی میپوشم مد چیه نمیدونم با مد پیش میرم یا نه اما اینا واسه ما چیز نمیشه آگاهی نمیشه بیداری نمیشه زندگی نمیشه خب پس ببین عزیز تو میگم از هر لنزی که نگاه بکنی تو اگر از این رو از دیده یک ژاپنی نگاه بکنی از دیده یه امریکایی نگاه میکنی میگن واو من چقدر بیشتر کرکتر گرفتم شخصیت هم چقدر پخته تر شده این از این داستانه این دیگه برای همه کسایی دیگه که راجع به بوتاکس گفته بودین اصلا شما به من چیکار دارین چرا شما به من گوش میدین من میگم آقا من با چیز مصنوعی مخالفم بوتاکس یک سمه اون سمو رو میزنین روی همه قسمت های دیگهتون اثر میذاره خب منی که اینو میگم حرفای دیگرانم روم اثر نداره هر چی میخوان به من بگن بگن دو مرتبه من با یه تعریف برش میگردونم که وای چه خوشگل شدی لباست چقدر قشنگه هیکلت خیلی خوب شده اینم از این بریم سر تا یادم رفته چون این خانم خیلی سفارش کردن دو نفر یکی راجع به پراستیت بود یکی راجع به ادر عفونت ادرار خانوما آقایی که از کرمان گفته بودین بیماری آنفلانزای نوع ای 25 نفر رو کشته در مورد پیشگیری و از نظر ارفانی این رو جواب بدم خب در مورد پراستیت پراستیت چی هستش؟ پراستیت چیزیه که یه قده به اندازه گردو یکم بزرگتر که روی چیز ادرار قرار گرفته پشت در واقع دستگاه ادراری قرار گرفته، دستگاه ادراری هم اگه درست باشه ببین انگلیسی رو که میخوای به فارسی ترجمه کنی این قاطی میشه دستگاه ادرار فکر کنم درست باشه حالا میفهمین که چی میگم خب در اونجا قرار گرفته اولین چیزی که اینو به هم میریزه در آقایون تغییرات هرمونیه از چه زمانی بیشتر خودشو نشون میده؟ چهل، پنجا بیشتر میشه، شست بیشتر میشه هفتا هرچی سن میره بالاتر بیشتر میشه و مرحله پیشرفتش دیگه میره توی سرطان پراستیت اوکی؟ پس در نتیجه زمانی که میدونیم که خب ما هممون چه خانم هستیم چه آقا هستیم هورمون زنانه داریم هورمون مردانه داریم ولی یکی از بالاترین دل... دلایل خیلی زیاد میتونه داشته باشه بالاترین و مهمترین دلیلش اینه که وقتی که در یک مرد هورمون تستاسترون که هورمون دریون جلو بردنشه نمیدونم سکشوالشه مردانگیشه حجم ازولشه میافته پایین و میزان هورمون استروژن یا پروژستن که هورمون زنانه هست همون مقداری که بوده میمونه در اثر دراپ یا پایین افتادن تستاسترون این ام, پراستیت شروع میکنه یواش یواش سایزش بزرگ میشه ورم میکنه اون که بیشتر سایزش بزرگ میشه حالا به دستگاه ادرار فشار میاره برای همین هستش که اون حالت درد به وجود میاد بعضی از آقایون که پروستاتشون مشکل پیدا میکنه جلو ادرارشون رو نمیتونن بگیرن هی دقیقه به دقیقه بعد بدون برن دستشویی یا ادرارشون چیکه چیکه میشه مثل حالت علائم عفونت ادرار داره دیگه درسته پس در نتیجه این قضیهش اینه بیشتر توی دیتیلش دیگه نمیرم که تر حالت خیلی پزشکی پیدا کنه گم و گیج بشین ولی داستان اینه حالا شما میخوام بدونین که من چجوری اینو جلوگیری بکنم ازش اولین چیز آب خوردن خیلی زیاده و بلافاصله فاصله شما باید فکر کنید که ای من آردی با ادرارم مشکل دارم حالا هی آب بیشترم که بخورم درسته در اولش شاید در سه روز چهار روز نمیدونم یه هفته اول خیلی شما ادرارتون بیشتر میشه ولی یواش 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 اون میزان آب زیاده کمک میکنه که این پراستیت خودش رو تمیز بکنه اوکی؟ چیز دوم سکس داشتنه یعنی وقتی شما رابطه جنسی دارین در این قسمت می ال... چیزش خاصیتش الکولاینه یعنی قلیاییه رحم زن ببینیم اینجا بعضی وقت ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که واقعا باید بگیم یونیورس جهان هستی دمت گرم که چقدر تو دقیق چیزا رو با همدیگه درست کردی پراستیت قلیایی رحم خانم اسیدیه و این دوتا وقتی که با همدیگه تماس برقرار میکنن اون میخوام بگم یه جوری مثل که اون تعادله به وجود میاد پس هرچی آقایون بیشتر سکس داشته باشن الان خانمه که این سوال پاسه میگه وای عجب غلطی کردم کاش این تیکهش رو نمیگفتی بذار این تیکه رو ادیتش بکنیم هرچی بیشتر رابطه جنسی داشته باشین این زودتر از بین میره اوکی؟ پس در نتیجه یکیش, یکیش اون هستش یکی دیگه یه مقدار دیگهش اگر آقایون خودشون ماساژ بدن قسمت پراستیتو دو مرتبه به اون قضیه کمک میکنه اگر که بریم توی قسمت غذاییش شکر وحشدناکه یعنی اینکه نمیتونم بهتون بگم که استفاده شکر و مواد قندی و شکری چقدر میتونه مذر باشه در این قسمت چربی زیادی خوردن، کلسترول بعد بالا رفتن، تمام اینا فوق فوقلاده مهمه ما یه سری گیاه داریم، خود من ساپلمنت دارم برای پراستیت پرابلم که فرمولیشن آیروودیکه. خیلیاتون ممکنه ساپالمنتو رو بشناسین یکی از گیاه هایی که کمک میکنه ولی اون ساپلمنتی که من دارم ترکیبات بیشتری داره که سریعتر میتونه تارگت بکنه که اون رو دو مرتبه شرینک کنه سایزش رو کوچیک بکنه میرم سر سوال خانومی که عفونت ادرار بودی ببین از عفونت در واقع زمانی پیش میاد که ام، نه اینکه باکتری توی بدن ما نیست میدونیم که ما بدنمون پر از میلیون ها باکتری میلیون ها جرم داریم ولی در واقع عفونت زمانی به وجود میاد که ام، میزان سطح باکتری بالا میاد چه موقع سطح باکتری بد بالا میاد که میزان باکتری های خوب پایین میاد خب پس در نتیجه عفونت ادرار میگیرین یکی از بهترین چیزا برای عفونت ادرار چیز کرمبریه کرمبری خب ما در امریکا خیلی رایجه دیروز هم من خودم رفتم کرمبری تازه خریدم کرمبری تازه به اندازه شاید مثل زالزالک ولی قرمزه و از تلخی مثل زهرمار میمونه بنابراین خیلی از شما که میان امریکا و کرمبری میبرین ایران و خالت خوش شدشه اون پر شکره اگر شما کرمبری خالص رو بگیرین بخورین از تلخی مثل زهر مار میمونه در نتیجه چون که شما توی ایران ممکنه کرمبری نداشته باشین بریم توی خانواده کرمبری زرشک زرشک فوق است برای کمک این کار زرشک زالزالک الان نه زالزال... زالزالک نه ام یه چیزی داشتیم که قرمز بود و خیلی ترش بود زالزله که مثل که شیرین بود الان درست قاطی کردم ببخشین ولی یه چیزی زغال لخته فکر میکنم آره زغال لخته. انار اه. بلوبری اینا چیزایی هستن که کمک میکنن به این قضیه دو مرتبه آب خیلی زیاد خوردن شکر رو به کل قطع کردن میزان سودیوم یا نمک رو در طول 24 ساعت پایین آوردن بریم سر آقایی که گفته بودین که 25 نفر در کرمان مردن سر آنفلانزا ببین عزیز در اول مریضی و بیماری جرم و میکروب گفتیم که میلیون ها بیلیون ها توی سیستم بدنی منه جرم و میکروب رو حالا ماها میایم حملش میکنیم خب فرزن من آفرانزا گرفتم تلفن رو برم دارم پای تلفن حرف میزنم گوشی رو میدم دست اون پول رو از تو جیبم در میارم پول رو میدم به دست یک کس دیگه تلفن تمام میلیون ها ام، ام، باکتری روی دست ما هست یعنی شما اگه یه موقعی دست رو زیر میکروسکوپ نگاه کنین میبینین واو چه خبره از میکروب و جرم و همه این داستان ها بنابراین اگه بچه ها رو نگاه بکنین بچه ها با اینکه که چیزن فرزن یه بچه های کوچیک اگه نگاه بکنین میبینین یه بوی خوبی میدن بوی مثل چون تازه از از تنور اومدن از بهشت اومدن یا از اون بالا اومدن هنوز مقدار اون بوه رو دارن اما در عین حال به خاطر اینکه خیلی حساس خیلی هم بیشتر میکروب و جرم جمع میکنن برای همین میبینین که بچه ها وقتی مدرسه میرن توی گاردن و سالای پایین این از اون سرما میخوره میان دوباره سرما میخورن دوباره سرما چون پر از میکروب و جرم و این چیزا هستن این است که پس میکروب و جرم وجود داره خب و ما انسان ها این رو مرتبا پخشش میکنیم چیزی که پرسیده بودی چی جلوگیری میکنه ببین از این سیستم همونطوری که میدونی من همیشه میگم سیستم باید ریشگی باشه خب فرزن من خودم خب دارم با آدم مختلف رفت آمد میکنم کسایی که مرتبا سرما میخورن بعد میگن او فصل سرما اومد همه دارن از همدیگه میخورن بعد نمیدونم چیز چند وقت پیش بود دوست من اومده بود پیش من که شینگوز گرفته بود شینگلز هم اگه بعضیاتون نمیدونین مثل آبل مرغون سن بالاست که خیلی وحشتناک و فاجعه و اینا که یکی دیگه به یکی دیگه از دوستام گفتم گفتم آره این حیونی اومده بود پیش من گفت چه چه آدم بی فکری برای اینکه شینگوز مثل چیز مثل آبل مرغون میتونه به شما داده بشه مخصوصا وقتی که هنوز خیسه و زخما خیلی چیزه تمام این داستان ها هست خب ولی من چه موقع این مریض نمیشم و سرما از این نمیخورم و شینگوز نمیگیرم و این داستان ها به خاطر اون زمانی که سیستم ایمنی و دفاعی من قویه خب پس چرا من اینقدر فشار میذارم روی باکتریای خوب معده برای اینکه سلامتی گفتیم هفتاد تا 80 درصد سلامتی ما توی گات یا توی روده معده توی شکم ماست اونی که میزان باکتری های خوب در مقابل باکتری های بد چقدر هستن اونه پس اون موقعی که اگه شما میخواین جلوگیری بکنین از آنفلانزا باید سعی کنین میزان باکتری های خوب رو بیارین بالا اینی که من یک عمری دارو و دوا و نمیدونم حتی یه قرص سردرد و یه آسپرین و نمیدونم آنتی بیوتیک و نمیدونم اینا رو نخوردم کمک کرده که باکتری های خوب معدم رو داشته باشم اونی که آب و فیلتر میکنم فلوراید توی آب و نخورم فلوراید خمیر دندونم بدون فلوراید نمیدونم تغذیه همیشه درست بوده قند و شکر نمیخورم یه سری چیزا شما بیان خونه من قند و شکر نیست نمیدونم شیرینی نیست نمیدونم اگه چیزی طبیعی نباشه میوه خشک هست کرمبری خشک هست شکلات تلخ هست. ولی شما مثلا تو خونه من کره پیدا نمیکنین شکر پیدا نمیکنین نمیدونم اینا خب پس وقتی که من سلامتی رو زندگی کردم در نتیجه این خودش رو نشون میده توی همه چیزای دیگه اگر من یه عمری ورزشکار بودم هنوز که هنوزه میتونم برم هشت ساعت کونوردی بکنم برم بالا که یکی ممکنه یه ساعت نفسش بکشه پس اینا چیزایی نیست که یهو میفته تو بغل آدم و او من دو روز ورزش کردم و دیگه ورزشکار شدم نمیدونم دو روز ساپلمنت میخورم یا شما موهاتون چقدر ماشاءالله پرپشت چی میخوری یه چیز کلی اساسه یعنی یه زندگی سالمه پس پریونتیشن یا جلوگیری از اینکه من مریض نشم حالا چه آنفلانزا باشه چه اینه یه سیستم درست سالمه که شما روز بعد از روز بعد از روز انجامش میدین اولین چیز برای جلوگیری از هر مریضی قند و شکر نخورین هر چی توش قند و شکر میره استفاده نکنی اوکی؟ ویتامین سی ما میدونیم که سیستم دفاعی و ایمنی رو بالا میبره ویتامین های B کامپلکس دو مرتبه به اعصاب کمک میکنن اونو مارن پروبایوتیکس ببینید دوستان شما وقتی که میرین پروبایوتیکس میخرین که صدها کمپانی میزنن فرزن بعضیشون روش نوشته اسیدافلس اون یه دونه باکتری خوبه یا اسیدافلس بیفیدوس اسیدا بیفیدوس توی ماست است دست برای همینه که میگن ماست بخور برات خوبه به خاطر اون باکتریه که در ماست هستش خب ولی وقتی شما از من پروبایوتیکس میخرین 16 تا باکتری خوب توش هست که هیچ کمپانی دیگه ای به اون دوز به اون مقدار کمک نمیکنه. برای اینکه هر کدوم از این باکتری یکی زیر شکم رو بیشتر روش کار میکنه یکی بالای شکم و یکی روده رو یکی معده رو ولی وقتی که اون پروبایوتیکی که از بر میخرین 16 تا یعنی تمام قسمت رو کاور میکنه شما یه دونش رو که میخوریم برای که نوشته یه دونه کپسول به این کوچیکی میتونه اون همه باکتری خوب رو میلیون ها باکتری خوب رو به معده شما برگردونه پس اون ام سرباز جنگ شما سرباز بهتره بگم سربازهای های جنگ شما هستن اوکی okay. um, دلیل ارفانیش چیه؟ ببین عزیز ما اگر همه داستان رو بخوایم بریم توی قضیهش که خب جنبه ارفانیش چیه؟ تو گذشته، زندگی قبلی، این اون همه اینا رو میتونیم بگیم ولی آخرش که چی؟ من الان اینجا من الان این لحظه این الان واقعیتیه که ذهن من برای من ساخته خب ما میتونیم اینو از یه جنبه دید دیگه نگاه بکنیم فرزن تو انگلیسی بهش میگیم سول contract، قرارداد روحی قرارداد روحی اینه که من قبل از اینکه تشریفمو بیارم اینجا نشستم یه قرارداد امضا میکنم و میگم که اینو 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 من میخوام و امضاش میکنم خب بقیه هم میان قرارداد امضا میکنن که سر موقع سر لحظه توی تصویر من خودشونو نشون بدن و جالبه که تو این دو سه هفته اخیر این همه آدم میان هرچی من بهشون میگم اونو ول کن داستان از اینجاست تو مرتبه میچست مرد شور مادر شوهر رو ببرن اگه اون نایمده بود مرد شور اونو ببرن اگه هی میگن ببین اونو ولش کن اون ربطی نداره اون بدبخت کاغذ امضا کرد که تو این لحظه بیاد توی تصویر تو خب پس در نتیجه این افرادی که حالا فرزن میگیم این 25 نفری که از آنفلانزا میمیرن این قراردادی بوده که از قبلا امضا کردن با توافق که فرزن من از آنفلانزا در این سن 25 سال 45 سال باره بر هرچی تو اون سن من از این دنیا میرم حالا شما باید این رو در نظر داشته باشین که خیلی عقا... چند روز پیش بود داشتم با دوستم رفتیم کونوردی که این خانم هم روانشناسه بعد خودش روانشناسی رو که خونده مریض میبینه گفت حالا من رفتم بعد دانشگاه مدرک عرفان گرفتم کانشسنس که اون طرفش هم ببینم بعد رفتم مدرک اینو گرفتم مدرک اون رو گرفتم ولی الان اتفاقی که افتاده خودم انقدر به هم ریخته و آشوب و داغونم که میگم من اصلا چه کمکی میتونم به کس دیگه ای بکنم و من داشتم اینو براش توضیح میدادم گفتم ببین تو وقتی که رفتی روانشناسی مدرک گرفتی تمام مدت داشتن تمرکز روی ذهنه زمیر خداگاه، زمیر ناخداگاه، گیت کیپر، اونی که این بین این بسد افتاده و ما فقط داریم روی ذهن کار میکنیم خب اما وقتی که ما میریم توی متافیزیک متوجه میشیم که چیزا واقعا اونجوری که ما فکر میکنیم ذهنی هم در اون حدی که ما فکر میکنیم نیست اینا روحیان، کانترکت یا اون قرارداد روحیه که با خودش این خصوصیات و این چیزها رو آورده به خاطر چیزایی که میخواد تجربه بکنه روح نیاز داره روح درخواست داره روح بلند پروازی داره روح تمام این چیزها رو داره خب و اونی که انقدر ما توی روانشناسی فوکس یا تمرکز رو روی ذهن میذاریم در واقع متافیزیک میگه نه اینا چیزایی که تو با روح تو وردی اینا چیزایی که در بلوپرینت روحی تو نوشته شده این داستان و این داستان و اون داستان خب پس در نتیجه ما میتونیم تمام اینا رو زیر او مای گاد dont tell me علی <laughs> وو این هم علی تو پیجز آف کوشنز for next week <laughs> <applause> ببین تورک اینجوری اهمیت به قضیه نمیدم میگه فرنه برای هفته دیگه پس در اینجا که من بخوام اینو خلاصه بکنم و ببندم این قرارداد روحیه خب و در اینجا میخوام دو تا چیز رو بیارم برای اینکه خیلی از سوالاتون و چند تا جلسه که داشتم کسایی که با من تماس گرفتن که میخوان نیمه دومشون رو پیدا بکنم بذارین یه چیزی رو بهتون بگم که این خیالتون رو راحت کنه ام، اولا زمانی که با من جلسه میگیرین اینو در نظر داشته باشین تلفن باشه چه میدونم یکی از یکی دیگه من انرژی افرادو از همدیگه میگیرم یعنی شده آدمی داره با من صحبت میکنه داره راجع به دوست پسرش که در استرالیا صحبت میکنه و من انرژی یارو رو میگیرم و میگم این اینجوری اینجوری اونجا اونجور میگه تو از کجا فهمیدی ببینین انرژی مکان و فضا و نمیدونم هیچ چیز نداره شما با من تلفنی حرف بزنین. یکی گذاشته بود که برای شما با شما جلسه گرفتن حضوری بهتره تلفنی بهتره یا اینکه سکایپ بهتره برای من هیچ فرقی نمیکنه انرژی انرژی هست. شما ترجیح میدین منو صورت تو صورت ببینین روی اسکایپ ببینین یا تلفنی صحبت بکنین برای من هیچ فرقی نمیکنه انرژیش فرقی نمیکنه خب اما <applause> برای همه اون کسایی که میخواین نمیدونم نیمه دومتون رو پیدا کنیم من باید اینجا یه توضیح بهتون بدم ببینید ما یه قرارداد روحی داریم بعد توی انگلیسی ما اینا رو دو تا میکنیم یکی سول میت میگیم که میشه سول میت نیمه دوم دو یکی توین فلیمز داریم توین فلیم یعنی دو قلوی آتیشی و خیلی از افراد توی حتی تو جامعه امریکایی هم فکر میکنن که او پس توین فلیم یعنی اون دو من دیگه بالاتر از این یکیه یعنی دیگه وقتی من به اون برسم وای دیگه خدا میشه و دیگه رویا میشون نه اشتباه میکنی و من یه چیز دارم یه برنامه در مورد این میذارم چون یه برنامه ای بود که چند روز پیش رفتم صحبت کردم که برای همه خیلی جالب بود به زبان انگلیسی بود و به همین قضیه صحبت می کردم ببینین توین فلیم یا اون دو قلوی آتیشی در واقع کسیه که میتونه هر هر تا اینا نیمه دوم ما همه چی رو دوست داریم که رمانتیکش بکنیم وای عشقیه اون پسر است اون مرد است و خیلی از چیزایی که اینا میخندیدن هفته پیش همه قش کرده بودن گفتم خیلی از شما را میفتین تو خیابون مثل اینکه مثلا مثل کاستینگ دایرکتور که میخواد یه فیلم بسازه دنبال هنر پیشه بره این سولمیت منه اون نیمه دوم این دومه اوه شاید این بتونه انجام بده همه میخندیدن سیاه شده بودن ولی واقعیتش همینه گفتم ببینین نیمه دوم شما یا توین فلیم اون اصلا حتما نباید عشقی باشه رمانتیکی باشه میتونه مادرتون باشه میتونه خواهرتون باشه میتونه اصلا جنبه عشقی یا رومنتیکی نداشته باشه و میتونه داشته باشه خب ولی وقتی که میره تو قسمت عشقیش اون دو قلوی آتیشی شما میاد تو انگلیسی میگیم که فرش و از زیر پاتون میکشه یعنی اول خیلی سریع و عاشقانه و او و نمیدونم چی شد و دیگه این اصلا من باورم نمیشد و این اومد و بلا فاصله یه ما دو ما سه ما اون عاشقی و چیزی که ریخ یک دفعه آتیشه بلند میشه دعواها شروع میشه کشمکشا نمیتونین از همدیگه جداشین نمیتونین با همدیگه باشین یعنی یک فاجعه آنچنانیه پس در نتیجه این میاد که چیزو از زیر پای شما بکشه تمام دنیاتون رو به هم میریزه حالا چیکار میخوای باش بکنی اون اینجوری درس به توجهتون میاره ولی سولمیت یا نیمه دوم شما کسی که شماها باز دوباره میتونه خونواده باشه میتونه رئیس سر کارتون باشه میتونه عشقی باشه ولی وقتی که عشقی میشه رابطه راحتتره، شما بهتر با هم دیگه کنار میان در رو میفهمین سلمه در واقع شما یه مقداری توی اون مرحله عرفانی پله ها رو بالا رفتین بعد میتونین راجب کارهایی که فکر میکنین واو من خیلی عالی بودم و ایگوه چقدر منیتتون چقدر باد کرده بود و فلان اینا راجبش میخندین میگین میخندین شوخی میکنین وقتی با هم دیگه دعوا میکنین اون میره سر کار فردا تو میری سر کار میاین اصلا یادتون میره اما وقتی که رابطه توین فلیمه اون دو قلوع آتیشیتونه شما همه چی یادتونه لحظه به لحظه پدر سوخته هفته پیش دقیقه یازده و چهل و پنج ثانیه مادر پدر سوخته زنگ زد و به من اینو گفت و تو جلو من وای نستادی و تو اینجوری که تمام چیزا رو ما هم یادمونه هم ول نمی کنیم هم یک ریز توی سر و کله هم دیگه می زنیم. پس اینا دو تا رابطه مختلفن ولی وقتی که میرین تو سولمیت با هم کنار میان یه دعوایی میشه اون میبخشه تو میبخشه تو میگی ببخش اون میگه من بب... منو ببخش نمیدونم فلان رابطه آسان تر میشه و فرق این دو تا اینه که وقتی که مهمترین فرق این دو تا اینه که وقتی که دو تا سولمیت نیمه دوم از همدیگه جدا میشن به خاطر اون عشق عظیمی که نسبت به هم دیگه دارن میگن که تا روزی که من و تو با هم تو رابطه هستیم عالی فوق العاده عالی ولی اون روزی که تو احساس کردی که دیگه تو اون عشق و علاقه رو به من نداری من از راه تو خارج میشم و بهترین ها رو برای تو آرزو میکنم که تو بقیه جرنی یا سفرت رو به بهترین خوب راه انجام بدی اما وقتی که میرین توی رابطه توین فلیمه و رابطه تموم میشه اون هرسه اون چیزه تموم نمیشه و همدیگر نمیتونین بل کنین یه جوری مثل این که این همش دنبالتونه زنگ بزنم پدر سختر بهش اینو بگم این ایمیل بزنم جواب بده عصبانی میشین دنبالتون نیاد عصبانی گاره و این داستان خب پس اینم از این داستان اینه دوستان برای اطلاعات بیشتر خواهشن آنلاین کورس رو بگیرین که 18 تا کلاس راجع به این قسمت من صحبت کردم چاکراها کاملا براتون توضیح داده میشه که کدوم یکی از این رابطه ها شما توش هستین چطور به ثروت بیشتر برسین آنلاین کورس رو بگیرین و یادتون نره روی یوتیوب سابسکرایب بکنین تا دوشنبه آینده